تصور کنید که رسیدین به کشور هلند و دانشجوی، چون من خودم دانشجو بودم وقتی که اومدم. میخوام بهتون بگم 7 قدم اولی که حتما باید انجام بدین به محض رسیدن به هلند چیه؟ همیشه گفتم از اونجایی که خودم دانشجوی اومدم فقط میتونم تجربیات خودم رو بهتون توضیح بدم و در رابطه باش کمکتون کنم، به خاطر اینکه کاری که خودم نکردم و قاعدتا اطلاعات زیادی ندارم ازش که قطعی بخوام بگم. ولی خب همه چیز خیلی راحت میتونید تو گوگل سرچ کنید. ولی خب من اگه بخوام از تجربه خودم بگم، فرض کنید که دانشجوی اقدام کردین، اپلای کردین، ادمیشنشو گرفتین، اگر اینترویوی داشته انجام دادین و نهایی شده دیگه، خب و ثبت نامو غیر حضوری از ایران انجام دادین، چون کاری که من کردم همین بوده. حالا یه نکته اولی که بخوام بگم درباره دانشگاه‌های هلند، اکثریتشون فکر میکنم اینجوری باشن، دانشگاه منم اینجوری بود، که توی قوانینشون گرفتن تمکن مالی نیست، یعنی لازم نیست که شما نشون بدین که هزینه زندگیتون رو میتونین پرداخت کنین، شما باید هزینه زندگیتون رو اول بهشون پرداخت کنید. یه ذره اول خیلی زیادی و عجیب به نظر میاد، ولی خب ما این کار کردیم و چون همیشه تو سال قبل همه این کار رو کردن، بالاخره یه جوری دیگه دانشگاه کوتاه نمیاد، میگه که خب بالاخره همه تونستن بکنن، شما هم این کار میتونید بکنی. یه ذره سخته به خاطر انتقال پول از ایران به خارج و اینا و اینکه هزینه‌اش یه مقدارش خیلی زیاده، ولی خب قانونشون اینه. همزمان موقع ثبت نام باید سال اول شهریتون رو پرداخت کنید، سال اول هزینه های زندگیتون هم که همون برابر شهریه بود برای من پرداخت کنید و همه این پولو که دادین بعد که رسیدین به هلند و حساب بانکی که باز کردین، پول زندگی رو به شما پس میدن و خیالشون راحته که شما سال اول هزینه زندگی رو دارین توی بانکتون آلردی. این به خاطر اطمینان خودشونه دیگه. بنظر من خیلی اتفاق درست تریه، چون خیلی ها هستن، من مثلا دیدم که انگار تمکن مالی رو مثلا میان الکی تو حسابشون پر میکنن که بگن دارین ولی در واقع ندارن. خودتونم وقتی که میان زندگی بهتری دارین، خیالتون راحته که پوله رو دارین، هرچند نمیدونم حالا شاید هر کسی واقعا نتونه که این هزینه رو پرداخت کنه، ولی دیگه همینه، چون کشور هلند واقعا هزینه های زندگیش نسبتا بالاست. فرض میکنیم که ثبت نام دانشگاه رو انجام دادین، سفارت هم ویزا رو گرفتین، بلیط هم گرفتین و اومدین رسیدین به هلند. حالا از اینجا به بعد باید چی کار کنیم؟ اولین کار مهمی که باید انجام بدین اینه که کارت آیدی تون و کارت اقامتتون رو برین تحویل بگیرین. اینجا چند تا شعبه توی چند تا شهر مختلف آیندی هست که سازمان مهاجرتیه، اسمش چی میگن آیندی. موقعی که میخواین درخواست بدین توی پروسه، حالا من دقیقاً نمیدونم، ولی توی پروسه میرسیم به این قسمتی که باید برای آیدی درخواست بدین، مدارکتون رو براش بفرستین. اینجا مشخص میکنید که توی چه شهری میخواین برین بگیرین، اوترخت و زوله و مثلا شاید آمستردام، یادم نمیاد دقیقاً چه شهرهایی هست تو لیستش، اونا رو میزنین و پشت کارتتون هم میخوره که صادره از اون شهره و شما باید اپوینتمنت بگیرین. و اولین کار باید این باشه که وقتی رسیدین برین کارت اقامتتون رو از آیندی تحویل بگیرید. حالا رسمی قانونی توی اینجا دارین زندگی میکنید، اومدین قاعدتا باید یه محل اقامتی داشته باشین. من نمیدونم مثلا پیش یه آشنایی اگر هست، هتل Airbnb، یا اگر زرنگ باشین تونسته باشین از قبل از طریق فیسبوک یا یه آشنایی که مثلا از طریق دانشگاه خوابگاه باشه، هرچی یه محل اقامتی داشته باشین. اگر نداشته باشین خیلی سخت میشه، چون اینجا خونه پیدا کردن خیلی سخته. حتی خیلی وقتا برای خونه ها باید حتما حضوری برین برای ویوینگ، خونه رو ببینین، اونا شما رو ببینن، تازه توی لیست قرار بگیرید. من الان اینجا فرض میکنم که شما محل اقامت هم دارین، اونی که چجوری بخواین اقامت رو بگیرین و خونه پیدا کنید و اینا خودش داستان جدایی، الان جز به این 7 کاری که باید اول انجام بدین خب نیست، چون اون جز واجباتیه که قبل از این باید انجام داده باشین، مثل ثبت نام دانشگاه یا مثل ویزا، مثل بلیط هواپیما، مثل اومدن. اینجا قانونی که داره اینه که خیلی زود
وقتی که رسیدین باید رجیستر بشین. رجیستر شدن یعنی آدرس سکونتتون رو برین به شهرداری اعلام بکنین و بابتش شماره شهروندی بگیرین که بهش میگن بی اس ان نامه. برای هر کاری اول باید شماره شهروندی داشته باشین. باید برید توی شهرداری محل سکونتتون اپوینتمنت بگیرید برای فرست رجیستریشن، اولین باری که بخواین رجیستر کنید در هلند و بخواین بی اس ان نامبر بگیرید. نامه دانشگاه، پاسپورتتون، قرارداد سکونتتون، کارت اقامتتون، حضوری میرین فرم پر میکنین و همون لحظه بهتون شماره شهروندی رو میدن. یه چیز دیگه که خیلی مهمه توی قضیه رجیستر کردن، همیشه تو باید در هلند که زندگی میکنی توی یه شهرداری اسمت رجیستر باشه، آدرست توی شهرداری باید حتما ثبت شده باشه. اگر آدرست تغییر میکنه 5 روز فرصت داری که به شهرداری بعدی اعلام بکنی که من آدرسم تغییر کرده، یا حالا همون شهره یا شهر دیگه. شهرداری آنلاین وقت میگیری مثلا برای رجیستر دوباره و سریع برات آدرس تو عوض میکنه. آخه چه خوب آفتاب افتاده. هی براشون جالبه من نشستم تنها اینجا اینجا مدیتیشن. مرحله سوم کاری که باید بکنید، باید برید اکانت بانک باز کنید. خب بانک هم چیزای مختلفی هست، مثلا ING خیلی رایجه، ABN AMRO خیلی قدیمیه، رابو بانک هست و بانک دیجیتاله، بانک دیجیتاله و هیچ شعبه حضوری نداره. به خاطر همین موقت برای موقت خوبه، برای به عنوان بانک دائمی به نظر من خوب نیستش، چون که شعبه حضوری نداره و مثلا نمیتونین کش توش ویدرا کنین، یعنی پول نقد بخواین بهش بدین. ولی چیزی که هست، اگر محل اقامت نداشته باشین، مثلا پیش دوست باشین، بانک خوبی که داره اینه که بدون بی اس ان نامبر براتون ثبت نام میکنه به صورت موقت، نمیدونم یه ماه مثلا دو ماهه. چقدر میتونید بدون بی اس ان نامبر اکانت بانک بونک BUNQ رو بگیرید. اون چیز خوبیه برای وقتی که هنوز خونه پیدا نکرده باشین و فورس ماژور باشه که خب یه اکانت بانکی داشته باشین، چون مثلا توی موقعیتی که من گفتم پولتون همش دست دانشگاهه و باید پول زندگیتون رو اول بگیرین و یه اکانت بانکی داشته باشین که اونا پولو بتونن براتون بریزن. اگر اقامت نداشته باشین، بی اس ان نداریم و نمیتونین بانک باز کنین، بانک چیز خوبیه. اولش میتونید اکانت دانشجویی بگیرین تا وقتی که دانشجو هستین. اکانت دانشجویی رایگانه، هیچ هزینه‌ای نداره، ولی بعد که دانشجویتون تموم شه سریع باید اعلام بکنید و بعد دیگه ماهیانه هزینه سرویسی باید پرداخت کنید. ماهانه باید مثلا 3 یورو 4 یورو باید بدید برای باز کردن این اکانت. بانک هم بخواین اکانت رو باز کنید، من خودم تا حالا شعبه بانک هم نرفتم، همه کاراش آنلاین انجام میشه. اپشو میریزیم، نمیدونم توش سرچ کنید بگید من میخوام اکانت باز کنم، اطلاعاتتو بگیره، درخواست میدی، کارتش میاد برات، خیلی راحت و روون. شما شماره کارتتون رو که میگیرین میتونید به دانشگاه اعلام کنید که این مشخصات کارت منه و اون پول هزینه زندگی یک سالتون رو دریافت میکنید. کار چهارم که باید انجام بدین بیمه است. حتما هر کسی باید یک بیمه هلندی داشته باشه. چرا میگم بیمه هلندی؟ چون من تجربه داشتم که بیمه بین المللی داشتم، مال هلند نبود و وقتی که میخواستم برای دکتر ثبت نام کنم گفتن ما قبول نمیکنیم، برای دکتر حتما باید داچ اینشورنس داشته باشید. در نتیجه از همون اول خیالتون راحت کنید و باید حتما بیمه داشته باشین و بیمه داچ بگیرید. ممکنه که دانشگاه خودش براتون بیمرم انجام بده یا معرفی بکنه. دانشگاه ما خودش انجام داده بود برای سال اولش. اونم باز مراحلش رو میتونید سرچ کنید و خیلی راحت رجیستر کنید برای هر بیمه ای. بیمه های مختلفی هم که باشه AON که مثلا گزینه سابسکرپشن دانشجویی داره که خب هزینهش کمتره، مثلا 56-57 یورو ماهانه بابت اینشورنس دانشجویی باید بدین که خب اگه دانشجو نباشین بعد بیشتر هم میشه. یه سری اسم بیمه ها رو من نوشتم که خودم هم نمیدونم، براتون می نویسم. و اینکه
وقت ممکنه که اصلا هم استفاده نشه، ولی باید حتما بیمه داشته باشید. و نکته بعدیش اینه که اگر که دانشجویتون تموم شد، باید حتما به بیمه‌تون اعلام کنید که من دیگه دانشجو نیستم و بیمه رو تغییر بده. یا اگر که در کنار دانشجوی دارین کار میکنین، باید حتما اعلام کنید که من درآمد هم دارم، صرفا دانشجویی نیستم. چون اینا بیمه‌اش فرق داره، صرفا دانشجویی باشه یا دانشجویی که کار میکنه باشه یا دانشجو نیستش دیگه. کار بعدی که باید بکنید، این کار مهمتره احتمالا همون اول که میاین، نمیدونم، شاید خیلی کار واجبی نباشه که اول انجام بدین، ولی گرفتن سیم کارت. سیم کارت هم اینجا خب شرکت های مختلفی هستن که سیم کارت برای موبایل میدن. KPN یکی از چیزهای اینترنتیه، فودافون، تی موبایل و لبارا. تی موبایل مثل این که طرحهای دانشجویی داره، من خودم لبارا دارم که خیلی گزینه‌های اقتصادی خوبی داره و اینا رو میتونید هم اعتباری بگیرید اولش که شارژ کنید، هم بعدش میتونید تبدیلش کنید به دائمی قراردادی که مثلا قرارداد 2 ساله یه ساله چقدر. چیزی که توی سیم کارت باید دقت کنید، خدمات بین المللیه که اگر بخواید داشته باشه، مثلا توی کل اروپا کار بکنه. این سیم کارت ها رو خیلی راحت فکر کنم 3 یورو میتونی از سوپرمارکت بخری بدون شارژ، که بعد که بخری میتونی شارژش کنی. لبارا و تی موبایل. یه مرحله دیگه هم هست که اینجا یه سایتی هست به اسم دی جی دی. یه سایت باز دوباره مربوط به دولت برای امنیت لاگین کردن توی سایت های مختلف و اینجور چیز هست. اصلا دیدی اینجوریه که یه جایی میخوای مثلا لاگین کنی، میگه که ایمیلتو بده، کد میفرستی به ایمیلت، بعد بری تو ایمیلتون کد رو بردار بیاری، مثلا SMS کد میاد اون کد رو بعد کپی پیست کنی. واسه این هم همینه، برای سکیوریتی یه جاهایی اگه بخوای لاگین کنی، برو توی اپ دی جی دی تاییدیه بده و بری اونو تاییدیه بدی برگردی. و خلاصه این دی جی دی هم حتما یه چیزیه که باید برید تو سایتش و رجیستر کنید داشته باشید. و کار هفتمی که باید بکنی اینه که کارت اووی بگیری، اووی چیپ کارت برای پابلیک ترانسپورتیشن. دو مدل داره، یکی ناشناس بخوای یه کارت موقت بگیری، هزینه‌اش 7.5 یورو. یه مدل دیگه اووی چیپ کارت داره که پرسوناله، که اینجا همه خب اووی چیپ کارت پرسونال دارن. و یه حالت دیگه هم بیزینسه که حالا اگر با یه کارمند باشی، اون شرکت ممکنه خودش اووی کارت شرکت رو بده که خب مثلا هزینه رفت آمد شرکت قرار ساپورت بکنه. کار به اون نداریم، دانشجوییم الان. اووی چیپ کارت پرسونال که زردم هستن، عکس داره، اسم داره، مشخصات داره. اونم باز باید بری توی سایت اووی چیپ کارت درخواست میدی، ثبت نام میکنی، عکس و تولد رو میفرستی، اطلاعاتی که میخواد. 7.5 یورو اونم هزینه کارتشه. توی یه هفته دو هفته ارسال میشه خونه، خیلی راحته. توی سایت NS که سایت قطارهای هلندیه، میتونی سابسکریپشن های مختلفی بگیری. NS قطارهای بین شهریه، هم برای مترو و اتوبوس هم با همون کارت میتونی حساب کنی، ولی اگه اونو نداشته باشی هم با کارت بانکت میتونی بدی که خب بیشتر هزینهش بیشتر میشه. بعد یه گزینه گیج کننده ای داره که میگه باید بری پیکاپ کنی، درخواست تو باید بری پیکاپ کنی. این یه چیزی که اون اول ما نمیفهمیدیم، ولی به هر حال انجام میدی و اوکی میشه، خیلی حرکت ساده و مسخره ایه. من اخیرا دیدم که سایت NS یه تغییراتی کرده، به خاطر ممکنه دیگه این گزینه پیکاپ رو برداشته باشن، ولی اگر برنداشته بودن، بدون اون قضیهش اینه که ممکنه اول که میزنید کار نکنه کارتتون که میاد، باید بری توی این باجه هایی که توی ایستگاه قطار مثلا یه باجه داره که همونجا مثلا میتونی تیکت تکی بگیری، همونجا میتونی درخواست بزنی، بعد کارتتو نشون میدی و فعال میشه، درخواستتو پیکاپ کنی و فعال کنی کارتتو. در واقع توی سایت NS که برین، اشتراک های مختلفی هست که مثلا Always Unlimited داره که نزدیک 400 یورو ماهانه هزینه شه، ولی در طول هفته هر جایی که بخوای بری بی نهایت مجانی در میاد. من یه مدتی داشتم به خاطر اینکه یه شهر دیگه زندگی میکردم و برای دانشگاه باید میمدم 1 ساعت مسیرم بود و مثلا 3 روز در هفته، شاید 4 روز در هفته باید میرفتم میمدم، و اگر اینو نمیگرفتم خیلی هزینم زیاد میشد. یا مثلا یه حالتی داره که در طول هفته 40% تخفیف داشته باشی، توی ساعت غیر پیک 40% تخفیف داشته باشی، آخر هفته ها فقط 40% تخفیف داشته باشی. یکیش که خیلی از همه بهتره اینه که آخر هفته هات که از جمعه از شروع میشه
تا 4 صبح دوشنبه این آخر هفته رو کامل میتونی هر جایی که میخوای بری مجانی استفاده کنی، آنلیمیتد. یه گزینه هم اضافه میکنی که در طول هفته ساعتهای غیر پیک هم 40% تخفیف میشه که میشه 38 یورو. این معمولا چیزیه که خیلی به صرفه است، برای اینکه معمولا آخر هفته ها بخوای بری این ور اون ور شهرهای مختلف. نکته که قطارهای اینجا داره NS اینه که حتما موقع ورود باید چکین کنی و موقع خروج باید چک اوت کنی. چرا اینو میگم؟ ممکن بگین که خب این که یه چیز واضحیه، گیت داره، اگه چکین نکنی نمیتونی وارد شی، اگه چک اوت نکنی نمیتونی خارج شی. ولی نکتهش اینه که همه جا گیت نداره. یه سری از ایستگاه‌ها که مثلا کوچیک‌تره اصلا گیت نداره، فقط یه استندای داره که خودت باید یادت بمونه که حتما بری به اون استنده چک اوت بکنی. یه جا چکین کردی از گیت وارد شدی، بعد چون گیت نبوده یادت میره چک اوت کنی، این برات 20 یورو میفته. بعد آخر ماه حتما حواست باشه فاکتور NS تو چک کنی، ببینی همش درست باشه، هیچ کدوم مثلا یهو 20 یورو نشده باشه، همه چکین چک اوت تو انجام داده باشی. در غیر این صورت بهشون مسیج میدی، مثلا تو فیسبوک NS مسیج میدی که آقا من این تاریخ یادم رفته چک اوت کنم توی اینجا، بعد خودشون تو سیستم میزنن میبینن، بعد درستش میکنن دیگه، تو فاکتور ماه بعدت جبرانش میکنن. من دیگه چیزی نمیبینم که لازم باشه توضیح بدم. فکر میکنم همه چیزایی که لازمه رو گفتم. تاکید کنم برای شرایط دانشجوییه که وارد هلند شدی، ثبت نام دانشگاه تو کردی و محل اقامتت هم مشخصه. دانشگاه پیدا کردن و اپلای و ثبت نام و از اون ور خونه پیدا کردن و اینا خودش یه داستان جداست. حالا که اومدی هلند باید چی کار کنی؟ و چیزی که هست اینه که واقعا راه میافتی. قبلا هم توی ویدیوم گفته بودم که من شانس آوردم، یکی از دوستای قدیمیم اینجا بود و اولی که اومدم کاملا اون ساپورتو داشتم. راحت میتونید راه بیافتین، یعنی مثلا سوپرمارکت میرین خیلی راحت دستت میاد که چه اتفاقی میفته، مثلا سلف چک اوت خودت بارکد میزنی، همه خریداتو پرداخت میکنی، رسید میگیری میری. یعنی واقعا با هیچ کسی هم لازم نیست در ارتباط باشی. چیزی که اینجا خیلی کمک میکنه اپلیکیشن گوگل ترنسلیشنه. گزینه دوربین داره، قشنگ میزنی داچ به انگلیسی یا داچ به فارسی، دوربینش رو وا میکنی میگیری جلوی محصول، توضیحاتش اسمش باشه، خیلی راحته. یا مثلا تو خیابون فرض کن تابلو میبینم، من سریع دوربینم مثلا در میارم ببینم منظورش چیه. چیزی که میدونم خیلی مهمه و حق میدم به هر کسی که مشکل داشته باشه، اعتماد به نفس صحبت کردن. نمیگم زبانت بد باشه، چون قطعا زبانت تا یه حدی خوب بوده که پذیرش گرفتی که بیای. وقتی که وارد محیط میشی و دیگه باید با یه سری آدمی که زبون تو رو نمیفهمن باید انگلیسی ارتباط برقرار کنی، یعنی اگر انگلیسی منظور تو نفهمونی نمیفهمه، راه در روی نداره که سویچ کنی بگی این کلمه‌ش رو فارسی بگم. نه، یه ذره سخته ولی واقعا راه میافتی. برای خود من 6 ماه شاید طول کشید، چون یه چیزی که هست اینه که اینجا به خصوص اگه دانشگاه باشی اینترنشناله، زبان دومشونه، همه دارن تلاش میکنن انگلیسی حرف بزنن، ارتباط برقرار کنن، هیچکی 100% نیست. نم از این، من یه دهنم کف کرد دیگه، ویدیو رو تموم کنم. اینجا هم داره آفتابون میفته کم کم. امیدوارم که اگر داریم میان هلند موفق باشین، همه کاراتون خوب و روون پیش بره. دوباره بازم میگم اگر هر سوالی بود حتما به هم بگید، من کامنت ها رو میخونم. توی کامنت ها ازم خواستین که راجع به یه چیزای ویدیو بگیرم، توی برنامه هم هست که حتما همشون توضیح بدم، اینم یکی از اونا بود. بازم هر سوالی داشتین حتما ازم بپرسیم و خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اینجا دیگه خیلی داره شلوغ میشه، هی میام سگاشون رو رد میکنم میبرم، من حواسم پرت میشه. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. کانال منو یادتون نره که سابسکرایب کنید، لایک کنید و برای بقیه هم بفرستین، شاید به دردشون بخوره. فعلا تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. شما ستاپ رو ببین، آینه گذاشتم در دل طبیعت اینجوری که پشت دوربین رو بهم نشون بده، چون نمیتونم با سلفی بگیرم. زیر لنز سلفیم خاک رفته. بالاخره بعد از جابجایی های زیاد این لوکیشن رو پیدا کردم که بتونم بشینم صحبت کنم. پشتم یه دارکوب داره میزنه، هی حواسم رو پرت میکنه، فکر میکنم یه آدمی پشتم داره دست میزنه.